من غزالم و این اولین قسمت مینیمالیست. سلام، من شقایقم و خیلی ممنونم که در اولین قسمت مینیمالیست همراهم هستید. مینیمالیست مجموعه که من و شقایق تصمیم گرفتیم که با هم دیگه درستش بکنیم و توی هر قسمت میخوایم با هم دیگه گپ بزنیم در مورد مسائل مهم روز. و برای این قسمت، قسمت اول مینیمالیست، یک سوال در نظر گرفتیم: چرا انقلاب ژینا فراگیر شد؟ مینیمالیست ها میتونین از طریق صفحات اجتماعی اتحاد بر ایران و همچنین صفحات اجتماعی خودمون دنبال کنین، چون که برنامه اول ما خودمونم هنوز جامون رو پیدا نکردیم و همونطور که آقای رئیس جمهور میگن یه ذره آنگوزمانیم، اما قول میدیم که توی برنامه های بعدی خیلی خیلی بهتر بشیم و شما هم میتونین از طریق کامنت گذاشتن و پیام گذاشتن برامون بهمون کمک کنین که ارتقا پیدا کنیم. بابا آمبودزمان آسیایی در زمان اما بیاییم به این سوال برسیم: چرا؟ واقعا چرا انقلاب ژینا فراگیر شد؟ شنق، من فکر میکنم که خیلی دلایل زیادی وجود داشت که این انقلاب فراگیر بشه، اما یکی از مهمترین چیزایی که من به ذهنم میرسه اینه که ما از اصلاح طلبا عبور کردیم، یعنی واقعا این یه صدی بود که شکسته شد. ما تا مثلا 88 اگه بخوای در نظر بگیری هنوز داشتیم می‌جنگیدیم سر دو تا جناح سیاسی توی جمهوری اسلامی، اما از وقتی که دیگه روحانی اومدش و کلیدش رو آورد و یه قفلی زد همه درا رو رفت، من فکر می‌کنم که برای همه این دیگه مسجل شدش که اصلاح طلب اصولگرا با هم دیگه واقعا فرقی نداره. و بعد از اون اتفاقی که توی آبان 98 تجربهش کردیم، میشه گفت واقعا دفتر اصلاح طلبا بسته شد کلا. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. دقیقا درست میگی، این مسئله بود. بعد به نظرم من میتونم اینو اضافه بکنم بهش که خیلی راجع به این حرف زده میشه که وقتی یک سیستم فاسدی اینقدر از نظر اقتصادی مردم تحت فشار قرار میده، مردم دیگه در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری انگار که نمیتونن خیلی فکر بکنن یا روش حساس باشن. اما به نظرم انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که اینطور نیست. یک جامعه که تحت استبداده، درسته که اقتصاد میتونه فلجش بکنه، میتونه فشار خیلی خیلی زیادی به مردم بذاره، اما این معنیش نیست که در ضمنش مردم این تحلیل رو ندارن که اینا همه به هم وابسته است. و شاید کمتر کسی انتظار داشت که به خاطر کشته شدن یک زن کرد در تهران به خاطر حجاب اجباری یک همچه قیام سراسری شکل بگیره. شقایق، چقدر به موضوع مهمی اشاره کردی. نقش خود ژینا رو توی فراگیر شدن جنبش زن زندگی آزادی نباید فراموش بکنیم. یعنی من فکر می‌کنم توی تظاهراتی که پیش از این در ایران شکل گرفته بود، ما هیچ وقت شاهد اون تعاملی که باید وجود داشته باشه بین مرکز و حاشیه نبودیم، اما این بار به خاطر وجود ژینا که یک زن کرد سنی بود و در تقاطع تمام این ستم‌ها، در تقاطع تمام این تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض اتنیکی و تبعیض مذهبی قرار داشت، در از تمام گروه‌های به حاشیه رانده شده، تمام گروه‌های اقلیت خوانده شده میتونستن باهاش همزاد پنداری بکنن و خودشون رو در اون ببینن. و ما میدیدیم که از گروه‌هایی که شاید هیچ وقت صدایی ازشون نمیشیدیم توی تظاهرات‌های قبلی، توی اعتراضات قبلی، این بار اومدن بیرون و اعتراض کردن به تمام این تبعیض‌های موجود. حتی انگار اینو با هم دیگه اعلام کردیم که جاهایی که ماها ناخواسته همکاری کردیم با سیستم سرکوب، همکاری کردیم با زن ستیزی، همکاری کردیم با اتنیک ستیزی، الان داریم میفهمیم که این چه تأثیری داشته برای ادامه دار شدن جمهوری اسلامی. یک مجموعه از همه این اعلاما بود به نظرم انقلاب زن زندگی آزادی. یه مسئله که الان بهش اشاره کردی این بودش که یک اعلام دست جمعی بودش که در اصل یک اعلام همبستگی بود و یک اعلام دست جمعی بودش که ما سر این موضوعات با هم دیگه توافق نظر پیدا کردیم. فکر میکنم که توی این مسئله خود شبکه‌های اجتماعی خیلی سهیم بودن، یعنی اینکه ما اون جاهایی که داشتیم ازش تا پیش از این اطلاعاتمون رو میگرفتیم کجاها بودن؟ بیشتر مثلا خود شبکه‌های جمهوری اسلامی بود و خب حالا یک سری از رسانه‌هایی که خارج از کشورن، اما خب میدونیم که تمام شبکه‌ها نمیتونن، اولا یه قوانینی دارن، یه سری چارچوبایی دارن که نمیتونن از اون فراتر برن، نمیتونن در مورد خیلی از چیزا بیان صحبت بکنن، و از طرفی هم یه سری از شبکه‌ها به هر حال یه سری سوگیری‌هایی دارن که
نمیان در مورد یه سری از مسائل صحبت بکنن. اما توی شبکه‌های اجتماعی خود مردم اومدن همدیگه رو پیدا کردن، خود مردم اومدن با همدیگه صحبت کردن و اطلاعاتشون رو گسترش دادن یه جوری. این خودش به نظر من خیلی قدم بزرگ، خیلی چیز مهمی بود. اساسا اینکه چقدر دیکتاتور با اینترنت دشمنه باید نشون بده که چقدر مسئله سوشال مدیا و وجود جنبش ها در سوشال مدیا مهمه. یک آدم نظری پرداز رو به این صحبت کردن که مسئله جنبش های مدرن و سوشال مدیا چقدر اهمیت داره و چقدر با توجهش صحبت بشه. یکی از مهمترین نتیجهش پیوند داخل و خارج بود. تو اینطوری نمیبینی؟ یه دفعه این صده که جمهوری اسلامی، این شکافه که جمهوری اسلامی روش حساب کرد برداشته شد. اون اینکه مدت هاست که قبل از اینکه ما اینطوری از داخل خارج از فرای این مرزی که جمهوری اسلامی کشیده به همین جوری پیوند بخوریم تو انقلاب زن زندگی آزادی، مدت هاست در فضای مجازی داریم تلاش میکنیم که دست هم دیگر رو بگیریم و هم دیگر رو پیدا کنیم. یه مسئله دیگه ای که شبه میخواستم بگم این بودش که تو هم یه ذره اشاره کردی، نسل جدید خیلی توی این فضا هستن، دیگه مثل ما نیستن که بتونی بهشون بگی آره اون کشورها همشون میرن جهنم فلان میشه بشینه سر کار و زندگیش. دیگه اینطوری نیستش که بتونی مثلا بهش بگی نه اینجا بهترین کشوره و با خودش هم فکر بکنه که آره بهترین. یعنی من مثلا تو 16 سالگیم واقعا اینطوری بودم که خب همینه دیگه، مثلا بقیه کشورهای دنیا هم همین شکلی هن. دقیقاً. هیچ چیز بیشتری نسبت به ایران واقعا نمیدیدم. به نظر تو یک جمله شاید داری بگیم که اینترنت و تلاش البته کنشگر رو برای اینکه جنبش تو فضای مجازی زنده نگه دارن و ایده پردازی کنن براش، در واقع سد جمهوری اسلامی رو برای پیوند نیروهای مختلف شکست. یکی چیزی دیگه از چیزایی که به نظرم خیلی مهمه که ما بهش فکر بکنیم در رابطه با فراگیر شدن جنبش زن زندگی آزادی این بود که این جنبش یک جنبش اینترسکشنال بود. یک جنبشی بودش که بر سر مسئله تقاطع ستم شکل گرفت. زنی کرد با لهجه کردی در تهران کشته شد به خاطر حجاب اجباری. مسئله حجاب اجباری مسئله همه زنان بود، اما ویژگی پیدا کرد وقتی که یک زن کرد به این شکل مورد ستم قرار گرفت توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و کشته شد. اینکه ما به این توجه بکنیم که این خیلی مسئله مهمیه، به این توجه بکنیم که یک دفعه ما تونستیم با این کارمون با انقلاب زن زندگی آزادی نشون بدیم به دنیا که اینطوری نیستش که مردم در خاورمیانه دور موندن از مسائل به روز حقوق بشری. اتفاقا تماسی که مردم در خاورمیانه با مفاهیم حقوق بشری دارن مثل تقاطع ستم بسیار تماس عمیق‌تری است، چون دارن زندگیش میکنن و شاید با شدت‌های بیشتری این ستم ها رو دارن در اونجا زندگی می‌کنن. شاید یه نکته دیگر رو اضافه کنم به همون، برمیگردم به بحث قبلی که داشتیم می‌کردیم سوشال مدیا. خیلی ها وقتی که مثلا یه مبحثی مطرح میشه توی فضای مجازی برمیگردم وای حالا چیه، مثلا تا یه اتفاقی میفته میای مثلا واسش هشتگ می‌زنی، چه تأثیری داره، چرا اصلا باید همچین کارهایی رو بکنیم. و الان مشخص شد که نه اتفاقا تاثیر داره، وقتی هشتگ مهسا امینی اینقدر داره چی میگن فراگیر میشه، اینقدر همه دارن ازش استفاده میکنن، دنیا داره میبینتش. وقتی میشه هشتگ اول توییتر همه مجبور میشن بهش عکس العمل نشون بدن. یعنی فکر نمیکنم تو این چند وقت ما هیچ چهره ای رو داشتیم که سیاسی، نمیدونم سلبریتی هایی که چندم هالیوودی ها فلا، همه در مورد این مسئله صحبت کردن و این خودش یه جور جایزه دادن به مردم بود. میدونی چی میگم؟ یعنی مردم داشتن میدیدن که اوکی اینکه ما میریم توی خیابون، اینکه این هزینه ای که داریم میدیم یه دستاوردی برامون داره، یک آمدی برامون داره، واقعا یه امیدی رو زنده میکنه. و انقلاب وقتی شکل میگیره که مردم امید دارن، وقتی که امیدوارن به یک تغییر. خیلی مهمه توجه ما به همین امید مهمه. شاید یه بخش مهمی از این که ما فکرم اولین قسمت مینیمالیست راجع به این سوال باشه که چرا انقلاب ژینا فراگیر شد، چرا انقلاب زن زندگی آزادی شد، چرا انقلاب زن زندگی آزادی فراگیر شد، همین هستش که برگردیم به نقطه‌های امیدی که داشتیم و به اون فکر بکنیم. در این دوره‌ای که به نظر من کاملا طبیعیه، یا نه به نظر من، به نظر کارشناسا کاملا طبیعیه، هر جنبش انقلابی یک دوره بازسازی داره و ما تو دوره بازسازی هستیم و بهترین وقتی که برگردیم امیدهای قبلیمون رو مرور بکنیم و بدونیم که در ایران بهشون احتیاج پیدا خواهیم کرد. یکی از مهمترین امیدهایی که اتفاق افتاد این بود که ما توان یک همچین
ساختن یه همچین انقلاب مدرنی رو داریم، انقلابی که درش یک طرف مردم متوجه مسئله اتنیک بشن، متوجه مسئله تبعیض زبانی بشن، متوجه مسئله تبعیض جنسی جنسیتی بشن، جامعه کویر و LGBTQ بیاد جلو، پرچماش بره توی هوا داخل همون جغرافیایی که به شدت تحت ستم هستن این گروه اجتماعی، مسائل زنان یه دفعه انقدر محوریت پیدا بکنه که زنان همه دنیا همونطور که تو گفتی مهمترین چهره های زنان در همه دنیا بیان و در همبستگی با این انقلاب موهاشون رو کوتاه کنن. آره، اینکه عکس ها ویدئویی که میمد بیرون مدام از زنا که روسریاشون رو دارن آتیش میزنن، به قول تو موهاشون رو دارن کوتاه، یعنی میدونی این تصویری که داشت به دنیا مخابره میشد خیلی چیز عجیب غریبی بود. واقعا فکر نمی‌کنم از هیچ انقلاب دیگه‌ای در هیچ جای دنیا همچین تصاویری میتونستی پیدا بکنی. این تصاویر غزل تا آخر عمر ما رو دنبال خواهد کرد و تا آخر عمر مطمئن باش ما هر بار ببینیمش اشک به چشممون میاد. و تازه ما الان وسط انقلاب هستیم، وقتی ازش بگذریم شاید راحت‌تر بتونیم ببینیم که چه اتفاق بزرگی افتاد و چه اتفاق بزرگی رو این مردم رقم زدن. بریم سراغ مهمان برنامه. راستش خیلی چیزها هست که در مورد این انقلاب میشه گفت. یک بخشایی از اون مسلماً یه تحقیقای بیشتری میخواد که آدم در آینده بتونه راجع بهش صحبت کنه، ولی چیزهایی که تا به حال دیدیم اینه که در واقع یکی از بزرگترین اتفاقایی که به نظر من افتاد که باعث شد این انقلاب فراگیر بشه، مسئله از بین رفتن یا آشکار شدن، در واقع آشکار شدن یه سری شکاف‌های جعلی بود که پیش از این خیلی مطرح بود. شکاف بین مرکز و اون بخشی که به حاشیه برده شده و بهش میگیم حاشیه، شکاف بین داخل و خارج ایران، اینها مشخص شد که چقدر شکاف‌های جعلی بوده و چقدر رژیم از اینها استفاده کرده برای بقای خودش. مسئله این که ژینا کرد بود و مسئله این که خانواده ژینا با این مسئله چجوری برخورد کردن و چه مقاومتی کردن. در همون ابتدا اگه یادمون باشه رژیم داشت یه روایت دیگه‌ای رو مدام میگفت، حتی فیلم پخش می‌کرد که بگه این روایت درست نیست و مقاومت کردن، گفتن این درست نیست و مردم رو دعوت کردن، گفتن که برین و تظاهرات کنین. یعنی اون مقاومتی که اون خانواده نشون داد خودش یک جرقه بسیار مهمی بود و خب فرمول‌های مختلفی رو مردم ما امتحان کردن در طی سالیان. فرمول اصلاح طلبی رو سالیان سال امتحان کردیم و خب بعد از فکر می‌کنم جریان هواپیما بود که سرنشینا رو سپاه در واقع به قصد رسوند. من فکر میکنم اون موقع یک ریزش عجیبی از اصلاح طلب هم اتفاق افتاد، یعنی حتی کسایی که ذره‌ای به این سیستم و اصلاحش امید داشتن اون امیدم از بین رفت. بعد ما آبان داشتیم، آبانها داشتیم، یعنی فکر میکنم جامعه منتظر یه جرقه بود، ولی از حالا هم بخت بدمون که این اتفاق وحشتناک افتاد، هم بخت خوشمون که به این شکل در تقاطع ستمها اتفاق افتاد و باعث شد که صداهای دیگه پشت این صدا بلند شه، صدای ملتهای به حاشیه رفته ایران بلند شه، صدای زنان بلند شه. و بعد شعاری که به وسط اومد، شعاری که مطرح شد، شعار مترقی بود و این بود که در واقع دنیا رو تحت تاثیر قرار داد. این بود که وقتی توی دنیایی که ما بسیار کلیشه راجبه به ما ساخته شده، راجبه این که راجبه زنان ایرانی، راجبه زنان افغانستانی، زنان جهان جنوب، مردان و کلن مردم، این کلیشه ها شکسته شد. و قبل از این هم خب ما جنبش های فمینیستی داشتیم، ما جنبش های فمینیستی بسیاری در افغانستان داریم، در عراق داریم، در سوریه داریم، اما انگار این یه جوری به هم پیوستن همه اینها بود، یه جرقه بود که میتونست تاثیرگذار باشه. من فکر میکنم اینها زمینه ساز شد و اینکه اون شکاف داخل و خارجی که همواره بود، که به محض اینکه تو به عنوان یک انسانی که در دیاسپورا داره زندگی میکنه صحبت میکردی، همواره به عنوان خارج نشین مطرح میشدی و اون دردی از مردم دیاسپورا که پیش از این دیده نشده بود، نمود بیرونی نداشت. یعنی وقتی ما میگفتیم که ما در دیاسپورا زجر میکشیم، ما خانواده‌هامون رو نمیتونیم ببینیم، ما عزیزانمون از دست میرن ولی نمیتونیم حتی به مجلس ترحیمشون بریم، این خشونت این در دیاسپورا بودن، خشونت در تبعید بودن، اینا رو هیچ کسی متوجه نمیشد. اما این دفعه نمود بیرونی پیدا کرد، مردم خارج مدام تظاهرات میذاشتن، هر کاری در توانشون بود میکردن. یعنی یک چیزهایی شکل گرفت که شاید آرزوی ما بود. درسته که مسلماً مرگ ژینا هرگز از یاد ما نمیره، یک زخمیه برای ما، زخمهای بسیاری برای ما گذاشتند،
اما شرایط دست به دست هم داد تا یک انقلاب اینترسکشنال به وجود اومد. کم کم دیدیم که مسئله اقلیت های جنسی جنسیتی داره به صورت جدی مطرح میشه، مسئله ملیت های داخل ایران به صورت کاملا جدی داره مطرح میشه، حتی اگه مقاومت هست، حتی اگه این کلمه سرکوبگرانه تجزیه طلب هست، اما داریم میبینیم که نداره مقاومت های شکل میگیره و در این فازی هم که رفته داریم میبینیم که داره به سمت گفتمان سازی میره و امید بسیاری بهش هست. یعنی عوامل زیادی باعث شد که این انقلاب فراگیر بشه به نظر من. ممنونم ازت، مرسی کتی که کنارمون بودی توی این برنامه، خیلی ازت متشکریم. این اولین برنامه‌مون بود، امیدوارم که همه کسایی هم که تا این لحظه این ویدیو رو نگاه کردن خوششون اومده باشه و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتین میتونید توی کامنت‌ها با همون در میون بذارید. مرسی و همتون خدافظی می‌کنم.